نام خدا و سلام بر شما به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. جنگ اوکراین موضع‌گیری های متفاوت سیاسی قدرت های آسیایی را به هم داشته است. در این میان برخی کشورها که مدت هاست خود را تحت حفاظت آمریکا می‌بینند پرچم مخالفت با روسیه را بلند کردند و شماره هم که منافع خود را در برتری روسیه در جنگ اوکراین می‌بینند از مسکو به گونه غیر مستقیم اعلام حمایت کردند. برخی دیگر از کشورها هم هستند که بی‌طرفی اختیار کرده و خواهان حل منازعه از مجراهای دیپلماتیک شدند. اما افغانستان در کجایی از معامله قرار دارد و ادامه این بحران چه تأثیرات بر افغانستان خواهد داشت؟ با گزارش در همین رابطه توجه کنید. نگرانی از دو قطبی شدن جهان در پی جنگ اوکراین. جنگ اوکراین خط و خطوط سیاسی کشورها را برای اردوگاه غرب نمایان‌تر کرده است. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین 13 روز سپری شد. در این مدت کشورهای جهان موضع‌گیری‌های متفاوت نسبت به این جنگ داشتند. برخی سیاست بی‌طرفی اختیار کرده و بعضی تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کرده و به آمریکا و اروپا پیوستند. اما شمار دیگر از سیاست‌های روسیه اعلام حمایت کرده و در کنار مسکو ایستادند. امارات اسلامی افغانستان در نخستین روز آغاز این تهاجم موضع بی‌طرفی خود را در این جنگ اعلام کرد و از دو طرف خواست اختلاف‌های خود را از مجراهای سیاسی حل و فصل کند. در این میان چین و هند دو قدرت بزرگ آسیایی موضع محتاطانه داشتند. این جنگ به نحو از لحاظ ریشه‌ای ارتباط میگیره به سناریوی بزرگ آمریکا در ایندو پاسیفیک یا مناطقی که مربوط میشه به ساحات دریای چین و اصلا آمریکایی ها تصمیمشان بر از ایست که روسیه را از پهلوی چینایی دور بسازه و موضوع اوکراین در قد تانست که یک نوع مصروفیت ذهنی برای روسا مبدل شده. و پاکستان متحده نزدیک چین تقریبا موضع مشابه در قبال این جنگ دارد. عمران خان صدر اعظم پاکستان هنگام آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در مسکو بود. آنچه به شدت امریکا و اروپا را خشمگین کرد و از آقای خان به دلیل این سفر انتقاد کردند. سفیر اتحادیه اروپا در نامه از من خواست خلاف روسیه بیانیه صادر کنم و علیه این کشور در شورای امنیت رای دهیم. من از اتحادیه اروپا میپرسم چون این نامه را به هندم فرستاده است. ما در جنگ علیه تروریسم با غرب همکاری کردیم. چی به دست آوردیم؟ یک سپاسگزاری هم از ما نشد. شما کسان هستید که سیاست‌های ناکام در منطقه داشته و جنگ افغانستان را باختید، اما پاکستان را در آن مقصر می‌دانید. موضع‌گیری ایران در همسایگی افغانستان و پاکستان در برابر این جنگ چیست؟ بوده آمریکا اقداماتی که کرده در این حوزه‌ها بسیارشون مافیایی بوده و جنگ رو امروز به نقطه‌ای رسونده که اتفاق افتاده و در ارتباطاتی که با طرف‌های دیگه داریم که مذاکرات فوری بی انجامد به یک آتش بس فعلا در منطقه اوکراین. رهبران آمریکا و اروپا حمله روسیه به اوکراین را نماد از حمله به سرحدات دموکراسی و آزادی که در آن قانون حاکم است تفسیر می‌کنند. ترکیه و عرب‌های خلیج فارس سرگردان دوراهی انتخاب روسیه و آمریکا هستند. در این میان کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحد تا حد زیاد سکوت اختیار کردند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای یحیی چاوش آگاه رابط بین الملل از روسیه، آقای عیسی اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان از بلژیم و همچنان آقای دکتر متین روین تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا با ما وصل هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید میگم. آقای چاوش اجازه بدین با شما آغاز بکنم. بحران اوکراین دنیا را به کدام سو میبره؟ و فکر میکنین که عواقب عمده ای که میتونه روی وضعیت سیاسی افغانستان داشته باشه چه چیزهایی هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به میهمانان عزیز شما جناب روین صاحب و ساقزی صاحب و سلام به بینندگان عزیز شما. من فکر میکنم مسئله بحران اوکراین موضوعی است که اخیرا به شکل دراماتیک از این سازماندهی شده تا ای که قدرت های بزرگ جهان، قدرت هایی که شکست خورده میتونیم بگیم،
بتوانند دو مرتبه حیثیت از دست رفته خود به شکل احیا کنند، این بحران و جنگ سازماندهی کردند. گرچه جنگ اوکراین موضوع امروزه و یا دیروزه نیست، از سال 2014 به طرف در اوکراین جنگ داخلی در اونجا جریان داره بین جدای طلبای اوکراین و بین دولت مرکزی اوکراین. جمهوریت های از اوکراین جدا شد، کریمیه به روسیه پیوست، یا همه به همی اساس بود که در سال 2015 توافقنامه منسک به اشتراک فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین به امضا رسید. به اساس توافقنامه باید در اونجا تغییر در قانون اساسی اوکراین می آمد، انتخابات سالم برگزار می شد، در مناطق دوناسک، دنباس در اونجا باید که تخریب کاری هایی که شده بود، خرابی هایی که شده بود ترمیم می شد و من حیث تبع اوکراین با مردم سرزمین برخورد می شد. خلاصه در اونجا مفادات زیادی وجود داره. در تعهدنامه همیشه دولت های جرمنی، فرانسه و روسیه تاکید داشتند بر تطبیق توافقنامه اوکراین و دولت اوکراین 7 سال مکمل این توافقنامه را همیشه به شکل از اشکال سبوتاج کرد و اخیرا از 4 ماه بی طرف جنگ های شدید دیر بالای مردم خود در اونجا شروع کرد و این مردم های در اون جایی که جنگ ها شروع کرد اکثر از یا روسی زبان هستند، ملیت روس، زبان از یا روس است و دولت روسیه در گذشته از یا پشتیبانی میکرد. بله. خب اصل قضیه برمیگرده به تحریکاتی که اخیراً بسیار شدید در دادرون اوکراین وجود داشت و دولت روسیه رو به تشویش ساخته بود و اخیراً میبینیم که 3 مرکز بسیار عمده سلاح‌های نظامی شیمیایی بیولوژیکی را ایالات متحده آمریکا در داخل خاک اوکراین مخفیانه ایجاد کرده بود و از آن استفاده میکرد و راکت های استراتژی در مرزهای روسیه جابجا کرده. در طول مدت چند سال اخیر دولت ولادیمیر زلنسکی در چند ماه پیش پیشنهاد شمولیت خود به ناتو داد و شمولیت به اتحادیه اروپا ناتو و همچنین موضوع اتمی شدن کشور اوکراین مطرح کرد که برای روس‌ها بسیار سخت تمام می‌شد و برای از یا قابل تحمل نبود که کشوری که سابق عضو اتحاد شوروی بود و شوروی جدا شده بود این عضو ناتو بشه. و در چندین دفعه متکسر تلویزیون ها شنیدیم مستند وجود داره که رئیس جمهور پوتین از امریکا و متحدین از و از غرب تضمین خواست، تضمین از امنیت روسیه. شما که با دولت اوکراین اینقدر روابط دارین، مسلح میسازین، سلاح خطرناک در اینجا تولید میکنین، امنیت ما به خطر است، ما تضمین. و همچنین در جلسه که نشسته که با ایمانوئل ماکرون داشت مشخص برای از یا گفت که ارگ زمانی که آقای چاوش حالا از نویت قضیه تا حد همه آگاه هستن که چه چیزایی اتفاق افتاد. حالا سوالی است که فکر میکنین این بحران به این زودی ها ختم شود و چه تأثیرات میتونه روی منطقه و آسیا داشته باشه؟ خب تأثیرات جنگ اوکراین یک تأثیرات بسیار عمیق اقتصادی بالای امریکا و اروپا داره و همچنین در بالای افغانستان و منطقه. ایالات متحده امریکا بعد از افغانستان ضربات اقتصادی زیاد متحمل شده باید جبران میکرد. ایالات متحده امریکا همیشه بعد از هر چند سال ذخایر نفتی که به میلیاردها تن نفت و گاز ذخیره میکنه اینا رو باز میفروشه و اگر شاهد باشین همیشه کار کرده که یک نوسان قیمت در نفت به وجود بیاید. امروز ایالات متحده امریکا تعزیرات علیه روسیه، تعزیرات خرید نفت و گاز ایجاد کرده و از طرف دیگه نفت و گاز خود به طور مثال گاز طبیعی خود و تا 2500 دلار به فروش می رسانه، که یعنی
داش ممکن داره تا چند وقت دیگه ده چند دیگه بالا بره. نرخ آلومینیوم امروز به سطح جهان بسیار بلند رفته و همین مسائل امروز میخواد که اروپا رو با امریکا به جنگ مندازه. این بسیار موضوع خطرناک است و در مسائل مسئله افغانستان هم کشوری است که از اوضاع بین المللی و از اوضاع منطقه همیشه متاثر بوده. در شرایط فعلی کمک هایی که جامعه جهانی با افغانستان میکرد در اواخر، امروز این کمک های اکثریت از این قسمت اعظم از این فعلا به مهاجرین اوکراینی و بیجا شده ها و همچنین کسایی که متضرر شدند برای از اونها متوجه میشه. بله، بسیار تشکر. آقای سقزه، شما را به بحث خوش آمدید. میگم آیا نگرانی این وجود داره که با بحران اوکراین دنیا به سوی دو قطبی شدن بره؟ سوال شما رو گرفتم. سلام به شما، به آقای چاوش و آقای دکتر روحین تقدیم است و آکزا به تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا نیوز. من به این عقیده هستم که جهان بعد از فروپاشی شوروی یک قطب شد. یعنی جهان تا به تقریبا اگر ما اینطور محاسبه کنیم که تا 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر هم سیستم جهان یعنی با هژمونی که ایالات متحده آمریکا بر جهان داشت او استقرار پیدا کرده بود و می توانستند در هر نقطه جهان برنامه خود ایالات متحده آمریکا پیش ببرند. خوب دلایل چی بود که چرا شوروی سقوط کرد؟ این سوال مهم است که آدم دلایل اساسی زیر بفهمه. در قرن 19 شما می‌بینید که سوسیالیسم به یک اصل اساسی تبارز کرد تا کارگرایی که بینوا بودند در اروپا و سایر کشورها اینا متمایل شدند به سوسیالیسم و بالاخره می‌خواستند که یک ساختار سوسیالیستی در جهان مستقر شود. ولی با ایجاد دولت معیشت اجتماعی به خصوص در اروپا و آغازشون در آلمان باعث شد که سوسیالیسم را در مجموع جهان مجموعاً جمله شوروی به چالش بکشوند. یعنی با آمدن حاکمیت قانون در نظام سرمایه‌داری و کشیدن نظام سرمایه‌داری از حالت به حساب امپریالیستیش یا مونوپول اینا یک جامعه را سرمایه‌داری ایجاد کردن که در اونجا کارگران دارای حق به حساب بیمه، حق بیکاری، حق بازنشستگی شد و یعنی برابری رایت و تکوایل تامین شد در ساختارهای غرب مجموعاً برخیسته از اروپا. در این چالش بزرگ بود در برابر ساختار سوسیالیستی شوروی. متاسفانه ساختار سوسیالیستی شوروی هم آستا آستا به طرف رفت که در اونجا پیشواگرایی مسلط شد به یک ساختار ایدئولوژیک و تامگرایی که مردم آزادی بیان و آزادی رأی و بالاخره آزادی سفر بسیار مسائل محدود شد تا یک پیشوا و یک رهبری که تعیین میشد از طرف یک حزب مشخص سالهای طولانی و بدون یک رقابت در داخل جامعه در سلطه قدرت باقی میمان. بنابراین جامعه سرمایه‌داری با دولت معیشت اجتماعی و تکیه بر حاکمیت قانون بر پای اعلامی حقوق بشر تانست که در جهان مجموع کشورهای جهان مردم به طرف خود بکشانه و مردم سالاری ایجاد کنند، دموکراسی های بسیار گسترده به وجود بیاید و بالاخره زمینه مساعد شد که شوروی که هم از لحاظ سیاسی در عقالت انزوا و چالش قرار گرفت و هم از لحاظ اقتصادی اقتمان از هم پاشید. بناهن بعد از هم پاشیدن ازی به تدریج سرمایه داری دیگر رقیب در برابر خود ندید، بخصوص در ایالات متحده امریکا. اینا با اگر پیش از فروپاشی شوروی شما ببینید جامعه غرب مجموعاً کمک‌های بسیار گسترده را به ژاپن، کره جنوبی، بهترین رهبرهای ملی و آزادی‌خواه مدافع حقوق بشر حمایت کردند، در کره جنوبی همین قسم، در آلمان همین قسم، در سایر کشورهای دنیا ماندیلا را کمک کردند، گاندی را کمک کردند و ساختارهایی که در اروپا به وسیله بزرگترین دانشمندایش ایمانوئل کانت و جان لاک و مونتسکیو
شخصیت هایی به وجود آمد در آمریکا هم مثل توماس جفرسن و ابراهیم لینکلن و بله. ما ترکیب یعنی فکر میکنین که عملا در حال حاضر دنیا دو قطبی است؟ یعنی داره دنیا دو قطبی و حتی سه قطبی میشه، به خاطر از اینکه وقتی که شوروی زمین پاشه و بعد از 11 سپتامبر خوب آمدن ناتو و امریکا در افغانستان برای اینکه خطر تروریسم بود و 11 سپتامبر شد، تمام جهان که چون توافق کرد که باید بیاین و اینجا خطر تروریسم رفع شود، ولی زندگی نشان داد که با آمدن ساختارهای مافیایی و فاسد در افغانستان باعث از این شد که هم اعتبار ایالات متحده آمریکا و غرب زیر سوال قرار بگیره و هم تروریسم و افراطیت مهار نشه. بنابراین با عملات دیگه که صورت میگیره، مثلا به لیبیا، به عراق و نقاط مختلف کشورهای دنیا، اما ارزش های انسانی و دموکراتیک که غرب مطرح کرده بود که حاکمیت قانون حقوق بشر در این عملکردهای اخیر زیر سوال میره و زمینه بحران های منطقه‌ای و جهانی آغاز میشه. ممنون آقای روین، شما را به بحث خوش آمدید. میگم حالا با در نظر داشت از اینکه افغانستان شدید نیاز داره به توجه جهان و کمک های جهان در بحران موجوده که در افغانستان او را میبینیم، بحث اوکراین به نحو افغانستان را از دید جهانیان دورتر ساخته. حالا فکر میکنین چه کارهایی باید شود که افغانستان با در نظر داشت مشکلاتی که داره یک اولویت برای دنیا باشه؟ آقای احمدی سلام برای شما و احترامات زیاد خدا برای مردم نجیب افغانستان تقدیم میکنم. در ضمن سلام های گرم خدا برای آقای اسحاق زای صاحب و آقای چاوی صاحب هم تقدیم میکنم. طوری که شما میدانین افغانستان در یک حالت بسیار حساس بشری و سیاسی قرار داره، به این اساس بسیار مهم میباشه برای رهبری افغانستان فعلا که چطور اینا بتانن با دنیا تعامل کنن و درباره شرایط فعلی و بحران بشری فعلی که در افغانستان موجود است دنیا را هم متوجه بسازند. طوری که شما فرمودین در دو سه هفته گذشته این بحرانی که در اوکراین خلق شده، مثلا در حدود 2 میلیون پناهنده خلق کرده و این امریکا و دنیای بین المللی خصوصا ممالک اروپایی بسیار زیاد شامل صحنه شدن و توجه افغان زیادتر توجه از اونا به طرف اوکراین است و به این اساس بسیار مهم می باشه که مسئله افغانستان از نقطه نظر دید بشری هم رهبری طالبان در این قسمت زحمت های زیاد خود را بکشن و تعامل کنن. دوم ای که از نقطه نظر سیاسی من فکر میکنم که بسیار مهم میباشه که افغانستان در مرحله یک جنگ نیابتی جدید داخل نشه. ای به اندازه مهم میباشه برای افغانستان و بسیار مهم است که به اصطلاح هیچ طرف نه به طرف شوروی سابق یا روسیه بگوییم یا به طرف امریکا در این ساحه از نقطه نظر جنگ سهم نگیرن و طرفدار صلح باشن و این افغانستان میتونه رهبریشان بگوین که ما از 43 سال گذشته در 20 سال گذشته اثرات جنگ دیدیم و هیچ فایده برای هیچ کس نمی کنه و زیادتر به طرف صلح ممالک را که در جنگ داخل می باشند تشویق کنن. بسیار تشکر آقای چاوش. می خواهیم از شما بپرسم حالا با نگرانی هایی که وجود داره، ای که تعداد از کشورها تقسیم شدن زیر پرچم آمریکا فکر می کنن که حمایت می شن و تعداد هم منافع خود را در یک جا بودن با روسیه می بینن، چه کارهایی باید شود که در این وضعیت حساس به گفته آقای روین افغانستان قربانی جنگ های نیابتی یا بر قدرت ها در منطقه نشه؟ اینجا دو موضوع لازم است که در شرایط فعلی تحریک طالبان بگن یا امارت اسلامی بگن باید مد نظر داشته باشند، مراد کنند. این سبب از این میشه که افغانستان داخل جنگ های نیابتی نشه.
یکی همی که همی قسم که سیاست بی‌طرفی خود در جنگ اوکراین اعلان کردن و از هر دو طرف خواستند که مشکلات را از سر میز مذاکره حل کنند و فکر میکنم یک راه معقول است. و موضوع دیگه چیزی که باید در نظر داشته باشند در شرایط فعلی پاکستان در این مسئله بسیار فعال است و میخواهد از همی آب گیلالود بازم به نفع خود استفاده کنه، از نام طالبا گاهی در روسیه گاهی در کشورهای دیگه میخواه به نام لابیگری، ولی در معنا همیشه پاکستان از پشت سر برای هر دولتی که بوده خنجر زده. و در شرایط فعلی سفر عمران خان اخیراً که به مسکو صورت گرفت، به جای از اینکه پیرامون حل مشکلات داخل افغانستان طرحهای داشته باشه، مسئله تروریسم و لانه‌های تروریسم گویا در افغانستان است، این مسئله مطرح کرد که باعث تشویش از یا و خصوص در کشورهای شانگهای شدی کار. این دو موضوع که در نظر اگر در نظر باشه یا تحریک طالبا در نظر بگیرن، فکر میکنم به نفع افغانستان است و افغانستان میتونه این موضوع بی‌طرفی خود در شرایط فعلی هرچی دستش از این قضایای تحریک‌آمیز به دور باشه به نفع افغانستان است. بله، اما چطور امکان داره با در نظر داشت شرایط حساس که از افغانستان بتونه بی‌طرفی خود را حس بکنه؟ حالا به نحو گفته میشه که روسیه و چین نزدیک هستند به افغانستان، اما در کنارش حمایت آمریکا مهم است به دلیل از اینکه تعداد از آگاهان به این باور هستند که حتی کشورهایی که میخواین افغانستان را به رسمیت بشناسند تا هنوز منتظر هستند که آمریکا چه تصمیمی میگیره. در همچو شرایط که منافع متضاد در یک نقطه وجود داره، چگونه افغانستان میتونه بی‌طرفی خود را حفظ بکنه؟ خب دستگاه دیپلماسی موجود هرگاه از تعقل کار بگیرن، هرگاه از عقل سلیم کار بگیرن، میتونن مدیریت کنن این موضوع. و در شرایط فعلی یک مشوره دیگه برای ازیاز که از متخصصین سیاسی، متخصصین و دانشمندان امور دیپلماسی، آگاهان سیاسی کشور که همیشه سیاست های ملی و بی‌طرفی خود حفظ کردن، از یا کار بگیرن، مشوره بگیرن. افغانستان از دانشمندان از متخصصین خالی نیست، ما متفکرین بسیار ورزیده داریم. این 40 سال جنگ افغان های ما و خصوص متخصصین ما بیشتر پخته و آگاه ساخته. تجاربی که در طول این سالها حاصل شده از مداخلات خارجی، از بازی‌های خارجی، از فریبکاری‌های کشورهایی که زیر نام دوست، زیر نام کمک به افغانستان آمدند، امروز نه تنها در افغانستان اشتباهات بزرگ انجام شدن که دادن مردم افغانستان متوجه شده به این مسائل، و حتی کشورهای آخرین کشور اوکراین این مسئله را مطرح کرده که یار قبلا فریب دادن، در لبه جنگ بردن، در جنگ‌های داخلی در کشورها سازماندهی کردن زیر نام دموکراسی، زیر نام مبارزه با تروریسم، زیر نام جستجوی سلاح‌های کیمیاوی، سلاح و غیره، سلاح‌های کشتار جمعی. دیده شد که یا همه دروغ و فریب بوده به خاطر فریب دادن کشورها و به خاطر تسلط بر حاکمیت بعضی از کشورها بوده. بسیار تشکر آقای ساقزی. در حول بحران اوکراین در دنیا، به دیدگاه شما افغانستان در سکوی قضایای جهانی در کجا قرار دارد؟ هنوز هم افغانستان همون ارزش 6 ماه قبلش برای دنیا داره و دنیا علاقمند است که برای بحران افغانستان یک نقطه پایان و یک راه حل پیدا بکنه؟ و فکر میکنین تا حل شدن بحران اوکراین به سرنوشتی سیاسی افغانستان در همون حالت معلقش قرار خواهد داشت؟ به یقی دستم که آقای احمدی که کانگرس ملی افغانستان مخالف هر نوع سیاست است که در خون بریزه انسان کشته شود و با سیاست عدم خشونت مدنی مبارزه میکنه. ما به یقی دستم در کنج کنار دنیا وقت جنگ صورت میگیره، موضع ما در برابر جنگ و خشونت و وحشت و دکتاتوری باید نباشه. بناهن
افغانستان در موقعیت بسیار اساس قرار داره. از یک طرف ببینیم یک ساختار به وجود آمده، امارات اسلامی طالبان، که هنوز هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته. وابسته که اینا از اون اصول دوران علیرضا محمد ظاهر شام پیروی کردن در مسائل جنگ دوم جهانی، اونا هم بی‌طرفی فعال اختیار کردن و یک سیاست بسیار مدبرانه و خوب بوده و این باید ادامه بدن، یعنی با حفظ منافع ملی کشور خود. ما به یقین هستم که در جایی که دیپلماسی شکست میخوره اونجا جنگ شروع میشه، خشونت شروع میشه، انعطاد شروع میشه و بالاخره دیکتاتوری هم میشه. افغانستان نیازمند یک دیپلماسی بسیار خردمندانه و عقلانی هم ملی است هم بین المللی است. بنابراین اگر بتونه همین بی‌طرفی خود را حفظ کنه و جایگاه خود را در عرصه جهانی بر بنیاد منافع ملی خود پیدا کنه و این در نتیجه امکان پذیر است که ما بهترین خردمندان و دانشمندانی که در خارج کشور داخل کشور هستند. البته این منتفی شده، شما چند روز پیش شما هم شنیدین که آقای توماس نیکولز نماینده اتحادیه اروپا ابراز کردن که افغانستان باید از یک طریق مشروع از طریق ملی به رسمیت شناخته شود و گو ما طرفدار از این نیستیم که لیست را بر افغانستان بدیم و طرفدار از این هم نیستیم که کشور خارجی یک لیست را بر از این تقدیم کنن که این افراد مقرر شود یا از دولت سابقه ما حمایت و سپورت کنیم. اینه تاکید کردن، ولی چیزی که بسیار مهم است ایست که اینا بتانن با شخصیت های ملی افغانستان که دارای اعتبار ملی هستند و از مورد حمایت از این قرار بگیره. اگر قرار باشه که اینا شخصیت های خردمند و دانشمند افغانستان داخل ساختار سیاسی میسازه، مشروعیت ملی باعث اعتبار بین ملیشان و مشروعیت جهانی خواهد شد. بنابراین اینا جدا نیازمند هستند، خصوصا در شرایطی که امروز شما میبینید که افغانستان در یک موقعیت بسیار دشوار قرار داره. اون طرف جنگ اوکراین تمام جهان زیر سایه قرار داده و جهان کاملا متوجه از این است که چگونه بتونن این معضله و پرابلم ها را حل کنن. به خاطر از اینکه شما میبینید که این جنگ در شرایطی صورت میگیره که جهان مثل جنگ دوم جهانی نیست. فراموش کردن که ناصلای استوی در حدی است که جهان نابود میکنه. در این جنگ هیچ برنده وجود نداره، ولی بعضی اکشن ها و حرکت ها باعث عظیم میشه که شاید چون یک جنگ فاجعه آمیز به وقوع پیونده. شما جنگ اول جهانی را ببینید، جنگ تجاوزکارانه و غارتگرانه و سرزمین ها بود، جنگ دوم جهانی همچنان چنین بوده. حال هم جهان در حالت بسیار پرمخاطره قرار داره. افغانستان باید از خصوصا دولت امارات اسلامی طالبا باید در همین شرایط کوشش کنه از بهترین شخصیت های ملی و آزادی خواه افغانستان همپا با اینا حرکت کنند، در اتحاد سالم با اینا حرکت کنند تا بتانند که ما یک دولت واقعا ملی ایجاد کنیم که دیگه هیچ کشور دنیا نتانه ما را وسیله دست خود بسازه. چرا افغانستان آقای احمدی در طی مدت زمان تقریبا 40 سال دستخوش مداخله ابرقدرت ها بوده و متاسفانه این ابرقدرت ها افغانستان به جنگ های نیابتی کشاندن، به جنگ های طبقاتی کشاندن و بالاخره به جنگ های مذهبی کشاندن. حال خودمندی ما و دولت موجود افغانستان و شخصیت های ملی و آزادی خواهی است که ما چی دیپلماسی رو به کار ببریم که دیگه دستخوش ابرقدرت ها و کشورهای مغرض خارجی نشیم. تشکر. آقای روین، حالا به سرنوشتی سیاسی افغانستان و تصمیم گرفتن نشدن در مورد آینده سیاسی کشور از نگرانی های عمده ای است که باعث شده بی ثباتی در هر بخش دیگر از جامعه به اوجش برسه. اما در کنار از او سفرهای مختلف در رابطه با آینده سیاسی صورت میگیره، سفرهایی که نتیجه نداده. امروز وزیر خارجه افغانستان به ترکیه رفت، قرار است که در یکی از نشست‌های مهم شرکت بکنه. همین قسم قرار است چند روز بعد نشست در مورد افغانستان در چین برگزار شود و در کنار از او قرار است دور دوم نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در اسلام آباد برگزار شود. به نظر شما حالا با این که بحران اوکراین روی موضوعات افغانستان سایه افگنده، چه وقت یک سکو به خاطر تصمیم‌گیری نهایی در مورد افغانستان پیدا خواهد شد؟
آقای احمدی، اولتر باید برای شما بگم که فرمودای آقای ساقزایی و آقای چاوش ما هم نظر هستم چیزایی که اونا صحبت کردن. در مسئله افغانستان فعلا یک تصادم ارزشی که در بین امریکا، دنیای غرب و رهبری طالبان موجود می باشد، به اساسات ارزش و حکومت داری می باشد. ما شما زیادتر صحبت کردیم در چند ماه در قسمت یک دولت فراگیر و تاوال تعریف درست هم از این نشده که چطور با اساس کدام ارزش ها و چه قسم اشخاص در اینجا باید که اشتراک کنن. به این اساس بسیار مهم می باشه که چطور بتانن رهبری طالبا فعلا در چوکات از این که آیا چه قسم ارزش ها را در سیاست افغانستان اینا پیش میبرن، در قسمت حکومتداری پیش میبرن، چطور میتونن که از نقطه نظر داخل دلهای مردم افغانستان به دست خود بیارن. این بسیار مهم میباشه و مرحله اول، مرحله دومی که اینا چطور تعامل میکنن با دنیای بین المللی و چطور قناعت از اینا را حاصل کنن در قسمت حکومتداری و یک سیستمی باشه که فراگیر باشه که تمام مردم افغانستان نقشای مهم داشته باشن. دیگه این سوالای بسیار مهمی میباشه و فعلا من فکر میکنم یک موقع بسیار خوب است که رهبری طالبا بتانن یک موقف خود در باره جنگ اوکراین باید که به گوش دنیای بین المللی برسانند و من فکر میکنم که اینا باید یک خطنامه در قسمت موقف گیری و بی‌طرفی افغانستان اینا میتونن که با باز طوری که میمانان عزیز در قسمت هم ذکر کردن که مشوره کنن با شخصت های در داخل افغانستان، در خارج افغانستان که چطور بتانن اول لیست که در قسمت جنگ اوکراین چطور یک موقف گیری بسیار درست اساسی در قبال صلح گرفته شود، دوم ای که چطور بتانن جلب توجه اشخاص، شخصت های در داخل افغانستان و در خارج افغانستان، متخصصین و دیگران که بتانن یک رول بسیار مهم بازی کرده بتانن، این بسیار مهمی باشه و فعلا متاسفانه که به صورت بسیار آیستگی پیش میره و ما ترس مهیست که ما در یک دنیای بسیار داینامیک و متحرک زندگی میکنیم که اگر مسئله افغانستان، گرچه دنیا افغانستان فراموش نخواهد کردن از نقطه نظر کمک های بشری، لیکن این بحرانایی که برمیخیزه توجه دنیا را زیادتر به این بحران ها متوجه میسازه و افغانستان طبعا باید که بتانن چطور آواز از رهبری طالبا به گوش دنیای بین المللی برسه و این به تنهایی رسیده نمیتونه، بلکه باید که اقشار مختلف افغانستان، متخصصین، دانشمندان حامی رژیم طالبا باشه و یک جا همراه از اینا کار کنن. تشکر. ادامه برنامه تحول را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. بعد از برنامه باز هم خوش آمدین. آقای چاوش، میخوایم از شما بپرسم که بدیدگاه شما حالا همین بحرانی که در اوکراین ادامه داره تا کجا خواهد رسید و چقدر ادامه خواهد پیدا کرد؟ و فکر میکنین حالا با در نظر داشتین که همسایه افغانستان هم به نحو یک موضعی گیری گرفتن در قبال جنگ اوکراین، به نحو تقسیم شدن به طرف های، اگر قرار باشه که همسایه افغانستان هم داخل این بحران شوه، از او ملحوظ هم چقدر افغانستان میتونه که متاثر شوه؟ بله آقای چاوش، صدای ما رو دارین؟ بله سوال من متوجه شما بود، مشخصا این که میخوایم تکرار بکنم. بله
بله بفرمایید. میبینیم که جنگ اوکراین امروز هم میتونه امکان عظیم میره که به زودترین فرصت مهار شه و هم امکان عظیم داره که به یک جنگ بسیار خطرناک بین المللی تبدیل شه. اگر به وضعیت به این شکل جریان داشته باشه که کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا همونطور که به فکر جمهوری اجیرهای جنگی از کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها بشند و در اینج سربازهای اجیر بفرستند، سلاح‌های از انگلستان و کشورهای دیگر سرهای مخرب پس دو مرتبه در اینج سرازیر شه، این جنگ به یک جنگ خطرناک بین روسیه و اروپا و در مجموع روسیه با تمام کمپ ناتو و اتلانتیک شمالی تبدیل خواهد شد و این جنگ جنگ ساده نخواهد بود، این جنگ آخرین جنگ جهان خواهد بود تا این سرحد. و اگر آن دو چیز بسیار ساده ای که روسیه پیشنهاد کرده به کشورهای غربی حامی اوکراین که یکی دیمیلیتاریزیشن است و یکی موضوع دیگه دینسیفیکیشن است، یعنی که اوکراین به یک کشور که سلاح‌های از یا جمهوری شه یک کشور ناتورال تبدیل شه، یک پیشنهاد است. پیشنهاد دیگه که فاشیستایی که در سر قدرت هستند و امروز با بیرق‌های فاشیستی هم در اروپا و هم در اوکراین یا صدای خود بالا کردن و جهانی که یک دوره جنگ با فاشیسم تیر کرده به شمول آلمان و ضربات خطر فاشیسم دیدن امروز سکوت میکنند، این خود اروپا مورد ضربه قرار خواهد داد و همچنین که امروز مردمای اروپا در اروپا بسیار کشورهای اروپایی مردم به تشویش هستند و زیر فشارهای اقتصادی هستند، قیمت ها به شکل سرسام‌آور یا در هر دو طرف جنگ در حال بلند رفتن است. این دو موضوع را اگر در نظر داشته باشین هم امکانات مهار جنگ است و حل فصل جنگ است و هم موضوع شدید شدن از او. اگر در همین لحظه فعلی اروپا و غرب رئیس جمهور اوکراینر به حال خود از او بگذاره که با مذاکره بیایه، پیشنهاداتی که داده او رو به همی پیشنهاداتی که مطرح کرده اگر بگذارن، بازم به این باور نیستم، چون محافظین رئیس جمهور اوکراین کماندوهای اجیر ترکیه است زیر قمانده مخصوص انگلستان و اونها همیشه هم خود از زور و هم سیاست اوکراین تحت کنترل دارن، یعنی در اینجا بیشتر مداخلات کشورهای غربی دخل است در جنگ که وجود داره، نه بین روسیه و اوکراین. بین روسیه و اوکراین موضوع شاید به زودی زودترین فرصت حل فصل شد. امروز در اوکراین تمام نیروگاه‌های عمده اتمی که اوکراین داشت در اختیار روسیه است، زیربناهای نظامی اوکراین مکمل از بین رفته، دیگه زیربنای نظامی وزارت دفاع از اون نداره و نیروهای مسلح از اون نداره. در اونجا صرف نازی ها هستند که جنگ میکنن، یک بخشی از اردو هسته و اجیرهایی که از دیروز به این طرف به اوکراین رسیده یا شامل جنگ شده. این موضوع خطرناک هم برای منطقه میشه و هم به جهان. روسیه تاکید کرده که هر کشور غربی یا از هر کشوری که در امور اوکراین مداخله کنه گویا که با روسیه جنگ کرده و روسیه او رو با میزنه به هر نوع سلاحی که. و فکر میکنم همونطور که من وضعیت در اینجا میبینم، روسیه در این مسئله بسیار جدی است و پیش از جنگ اوکراین یا تطبیقات یا مانور نظامی عادی داشتن در مدت 10 روز و بعد از این 3 روز مکمل یا یک مانور نظامی اتمی داشتن برای اولین دفعه در جهان و اینا نیروهای اتمی خود با حالت ازارات محاربوی فوق‌العاده در آوردن. این بسیار برای جهان خطرناک است. اینا از تلویزیون اعلان کرده، رئیس جمهور پوتین اعلان کرد که صدای مربش نوان، ما تصمیم خود گرفتیم
اگر خواسته باشند که ما را نابود کنند، او هم با ما نابود میشن. یعنی ایگا بسیار جدی است. این بشریت در مجموع کره زمین و بشریت در همین لحظه با همین جنگ اوکراین ارتباط داره که اگر مهار نشه، امکان عظیمی را که به یک جنگ بزرگ جهانی که جهان نابود میکنه و به کام نیستی میبره پرتاب خواهد شد. تشکر. آقای اسحاق صاحب، حالا به نحو همسایه های افغانستان موقف های در رابطه با بحران اوکراین گرفتن. نخست وزیر پاکستان در خطاب به تعداد از کشورهای اروپایی که از او خواسته بودند که در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضد روسیه رای بده، بر از اونا گفت که آیا شما فکر میکنین که ما غلام های شما هستیم که هرچی شما بگوین و کار را بکنیم؟ در کنار از او ایران هم به نحو حمایت کرد جنگ روسیه را. پیامدهایی که این موضع گیری ها برای منطقه و همچنان آسیا میتونه داشته باشه چه سایه هستن؟ من به یقین هستم که ای کشورها پیوسته خوستن پاکستان در مجموع تاریخ خود موزیگری های مختلف داشته و سیاست هایشان هم تقریبا دوگانه بوده، بخصوص در مورد افغانستان. اینا بیلانس میکنن برنامه های سیاسی خوده و ملی خوده و میخواین که موزیگری خوده در امو نقطه قرار بتن که بتانن از او بهره برداری سیاسی و اقتصادی کنن. یعنی شما میبینین که در تاریخ پاکستان اینا یکی از متحدین درجه اول غرب بودن در دوران جنگ سرد و پس هم میرن دوباره قراردادهای اقتصادی و سیاسی را با چینایا امضا میکنن و حتی در مسائل افغانستان یک بار با روسا متحد میشن که پروگرام ملل متحد و حکومت دکتر نجیب الله سقوط میکنه. یعنی سیاست بغرنگترین فلسفه هست و اینا کوشش میکنن که در برنامه های جان جایگاه خود پیدا کنند و اونجا امو منافع معین سیاسی خود گروپی که مسلط از دولت تحقق بخشه. ایرانی ها همچنان اینا موضعش روشن بوده، از ابتدا هم یک موضع بسیار روشن علی غرب داشتن، علی اتحادی اروپا، ایالات متحده امریکا و بالاخره اونا یک ساختار تانگرهای خود دارن و اونجا برنامه خود پیوسته کنار همی ساختارهای منطقی پیش میبرن. میمان افغانستان، افغانستان نه در موقعیت پاکستان قرار داره، نه در موقعیت ایران قرار داره و نه کشورهای منطقه. افغانستان در موقعیت قرار داره که جایگاه خوده با همه کشورهای دنیا باید داشته باشه. رابطه ما با تکیه کردن با یک قطب متاسفانه افغانستان دوباره با بحران میبره که 40 سال ما متاسفانه قربانی را دادیم و به یک باران بسیار وحشتناک کشانیده شدیم. همین بی‌طرفی فعال به این مفهوم است که ما برنامه خود را طور تنظیم کنیم که با هر کشور دنیایی که میتونه منافع ملی ما را تامین کنه، میتونه ثبات در کشور ما به وجود بیاره و زمینه را مساعد بسازه که افغانستان در شهرهای پیشرفت و آزادی و ترقی قرار بگیره، از این سیاست باید حمایت شود. بنابراین ما در موقعی نیستیم که افغانستان که خارجی ستیزی کنیم و در موقعی هم نیستیم که ما بتانیم در تقابل با کشورهای دیگه قرار بگیریم و بعد افغانستان دوباره وسیله شود و دست یک از ابرقدرت ها متاسفانه. بله. اما باید قید استم که بی‌طرفی فعال یک اصل اساسی است و کشورهای منطقه در این قطب بندی ها شامل هستند و اینا برنامه خود پیش میبرند. تلاش حکومت امارات طالبا در افغانستان و مجموع شخصت های آزادی خواهی ملی ای باشه که لحظه اتحاد فرا رسیده، لحظه وحدت ملی در افغانستان فرا رسیده، هر نوع اختلافات قومی و نژادی و طبقاتی باید کنار زده شود. همونطور که جهان در پرتگاه هستی و نیستی قرار داره و جنگ دوم جهانی سازمان ملل شکست خورد برای از اینکه نتانستن در جهان صلح را تامین کنه و جلوگیری کنه جنگ دوم جهانی، او اهمیت خود کاملا از دست داد و لغو شد. امروز نقش سازمان ملل متحد بسیار باید برازنده باشه. هر ساختار ببینین که از ماده های قانون بین‌المللی استفاده میکنن، از منشور ملل متحد استفاده میکنن، به کشورها تجاوز میکنن. بنابراین ما به یقین هستم که سازمان ملل متحد باید در انحصار هیچ کشور دنیا نباشه.
یک سازمان کاملا بی‌طرف باشه و برای صلح جهانی کار کنه و برای حاکمیت قانونی کار کنه که پای زوره اعلامیه جهانی حقوق بشر تشکیل. بله ممنون آقای روین. حالا با در نظر داشته همین وضعیت حساس و افغانستان که در بدترین وضعیت ممکن بشری به اساس گفته های سازمان ملل قرار داره، چه کار بکنیم که حداقل از کمک های بشری و جهانی که در حال حاضر وجود داره و امکان داره که جلب شود به سوی افغانستان از او باز نمانیم و به نحو دنیا را قناعت بتیم که در کنار بحران های مختلفی که در دنیا جریان داره، افغانستان نیز به عنوان یک اولویت و یک موضوع قابل توجه مطرح باشه؟ آقای احمدی، اول من فکر میکنم که رهبری طالبا باید که با تمام ممالک تا حد و اندازه که امکان داره تعامل بکنن و درباره پرابلم های بشری که در افغانستان فعلا موجود میباشه صحبت های شوا و تقاضای خود و به گوش از اینا برسنن که افغانستان فراموش نکنن. یکی. دوم، بسیار مهم میباشه شخصت هایی که در خارج از افغانستان در ممالک مختلف زندگی میکنن و اونا میتونن یک رول بسیار مثبت در مسائل بشری افغانستان و جلب کمک های بشری بر افغانستان رول مهم بازی کرده میتونن که در اون ممالکی که زندگی میکنن میتونن از طریق سیاسی، از طریق کانگرس یا کسایی که در سیاست شامل هستن بتانن به شرایط فعلی افغانستان به سمع و به گوش از اونا برسانن و بگوین که لطفا افغانستان فراموش نکنین. این بسیار رول مهم فکر میکنم بازی کرده میتانم. به این اساس دنیا از نقطه نظر دید ما افغانستان فراموش نمیکنن، برای از اینکه علاوه بر ضرورت های بشری در افغانستان در اینجا باز نگرانی های دیگر هم موجود است، مسئله شرق و غرب و خود موقف جغرافیایی افغانستان و طوری که ما شما هم میدانیم مسئله تروریسم، عربی مخدر و این چیزا هم باعث نگرانی و دنیای بین المللی میباشه. دیگه به اساس چیزی که بسیار مهم است، آقای اساسای هم در این قسمت ذکر کردن که ملل متحد فعلا آقای گوتیرس سرمنشی ملل متحد میتونه که در این قسمت باز ابتکارات نه تنها برای افغانستان ابتکاراتی که گرفته شده او را تعقیب کنن از نقطه نظر بشری، بلکه در قسمت اوکراین هم بتونن که چطور باز پیشنهادهای به طرف آتش بس بکنن، برای از اینکه طوری که آقای چاوش فرمودن اوکراین به یک حالت قرار داره که میتونه بحران هم حل شوه و هم زیادتر توسعه پیدا کنه. طوری که ما مطالعه کردیم و اخبار امریکا را هم میبینم، آقای پوتین بعد از حمله که به اوکراین کردن، من فکر میکنم نظر به توقعات از اوی جنگ پیش نمیره. حتی بازا میگن که مورال عساکرشان بسیار پایان میباشه، حتی غذای کافی بر عساکر نیست و در ضمن رئیس جمهور اوکراین باز تقاضاهایی کرده که مثلا مسئله نو فلای زون میباشه که از او منطقه نتانه تیارهای روسیه پرواز کنن. البته ای امریکا و ناتو به این جواب مثبت ندادن، اما معلوم شد که امریکا مثلا در قسمت استنگر مسلز و باز اسلحه های دیگه که در برزد راکت هایی که برزد تیاره می باشه این کمک ها جریان داره. ما از این ترس مئیست که اگر توسعه بیفته زیادتر یک خطر بسیار زیاد را نه تنها برای منطقه بلکه برای بشریت در این دنیای هستی که ما زندگی می‌کنیم خلق می‌کنیم. ممنون آقای چاوش. یک مورد دیگر را می‌خوایم از شما داشته باشم، بعد می‌خوایم بحث جمع‌بندی بکنم. رهبران اروپا و آمریکا حمله روسیه بالای اوکراین را یک حمله و نماد از حمله به سرحدات دموکراسی توصیف کردند
با در نظر داشتین که جدیداً شنیدیم که انگلستان قرار است یک مقدار سلاح به اوکراین بفرسته و همچنان پولند قرار است که تعداد سلاح‌های سنگین را با اوکراین به خاطر ادامه جنگ بفرسته، آیا فکر میکنین که در این زودی ها پای کشورهای دیگر مطرح جهان مثل کشورهای آمریکایی و اروپایی وارد این جنگ شود؟ اصلا اولا خدمت شما راجع به موضوع دموکراسی که امریکایی و غربی ها ادعا دارن یک نکته خاطر نشان بسازم که ایالات متحده امریکا به هر کشوری که تجاوز کرده حمله کرده زیر نام دموکراسی حمله کرده و ایالات متحده امریکا در کارنامه خود 150 حمله نظامی و تجاوز به کشورها داره در همین لحظه فعلی. ایالات متحده امریکا و افغانستان هم زیر نام دموکراسی اومد، در زیر نام دموکراسی به عراق هم قتل عام کرد، لیبیا هم از بین برد، حتی یوگسلاویا در قلب اروپا زیر نام دموکراسی پارچه پارچه کرد. یک خیلی موضوع است. امروز میبینیم دستگاه های بسیار قوی زیر به تحت همه لوزینگ امروز کار میکنند و افکار عامه را فریب میدن که موضوع چی است. موضوع دموکراسی نیست. چطور رساندن یک گروه فاشیستی به نام باندر که بعد از جنگ دوم جهانی تا فعلا یا آتش زیر خاکستر در اوکراین وجود داشته، عملا اینا به قدرت میرسانند، دموکراسی است. زمانی که دولت قانونی یونوکویچ با یک کودتای میدانی زیر نام انقلاب مخملی از بین میبرند، این دموکراسی است. از این قبیل مثالهای دیگه هم داریم که ای خو یک فریب است، مثل که افغانستان فریب بزرگ دادن، همونطور رئیس جمهور اوکراین خود از او میگه که ما را فریب دادن، یعنی که گفتن بریم بجنگین ما هستیم، وقتی که ما جنگ شروع کردیم حال ما داخل نمیاین اصلا. و دیروز حتی لهستان که اعلان کرده بود تیارات وقت شوروی سابق با کمک اوکراین روان میکنه، یک چال سر امریکا رفت که این تیارها را ما به اختیار امریکا قرار بدم یا پایگاه نظامی از آلمان پرواز کنه. یا اروپایی ها جرات نکردن که این کار قبول کنن، این که نتانستن فضای پرواز ممنوع ایجاد کنن و این که نمیتونن که مستقیم مداخله کنن، در مداخله مستقیم یا سرباز بفرستن، خود از این نشان میده که امریکا و غرب جرأت خود در داخل شدن به جنگ نمیبینه. و از موضوع دیگه که روسیه فعلا به اهداف خود رسیده، یعنی امروز خطر جدی از نگاه سلاح‌های دافع هوا در اوکراین نیست، مرکز سوق اداره نظامی در اونجا از بین رفته وجود نداره، دستگاه سیستم مخابره نظامی از او از بین رفته، سلاح‌های S-300 از او دافع هوایی که اردوی اوکراین داشت فعلا وجود نداره، منهدم شده، سلاح‌های استینگر و سلاح‌های دافع تانکی که سلاح استینگری که آمریکا و سلاح ضد تانکی که انگلیس به اختیار از یاد قرار داده بود و دیپوهای چندین دیپو پر شده بود، دیپوها مکمل به دست اردوی روسیه فعلا به اختیار از یاد قرار داده. صرف جنگ در شهرهاست و در شهرها نیروهای فاشیستی اوکراین، اونجا مردم اوکراین مطرح نیسته، اونجا یک گروه فاشیستی است که مردم اوکراین به قربانی گرفتن و غرب اوکراین فریب داد، بزی داد، کمک نکرد، پشت سرش استاد نشد، مثل که مانندی که پشت سر افغانستان استاد نشدند. تشکر. آقای اساقزایی، میخواییم بحث جنبندی بکنم. حالا حکومت تازه افغانستان به چه راهکار متوسل شود که در کنار از اینکه وارد این بازی های جهانی نشه، بتونه حداقل به خاطر به رسمیت شناختن خودش و همچنان جلب کمک های جهانی در شرایط فعلی افغانستان بتونه که دست بالایی داشته باشه و حداقل فراموش نشه؟ یک اتحاد سالم ملی متشکل از شخصیت هایی که برای آزادی، برای عدالت، برای منافع ملی افغانستان اعتقاد دارن و دانش زیرت دارن که را به سوی یک دولت با عزت ملی باز کنند، یک اتحاد جهانی بر اساس و بنیاد ارزش‌های انسانی و دموکراتیک که پایه از حقوق بشر تشکیل می‌ده، اینا می‌تونن که با یک موضع‌گیری بی‌طرف فعال
جایگاه خود در سطح ملی هم ایجاد کنند و در سطح جهانی هم و کمک های وافر جهانی را در حمایت از افغانستان از یک سیاست مدبرانه عدم خشونت میتونند که اینا از کمک های جهانی هم برخوردار شوند و بالاخره به رسمیت شناخته شوند و هاکزا از حمایت مردم در نتیجه اتحاد با شخصیت های سالم ملی که مردم دوستشان داره و سرشان اعتبار دارن از حمایت مردم برخوردار شوند و را به سوی تامین آزادی منافع ملی و حاکمیت قانون در کشور ما باز شوند. ممنون. آقای روین، به عنوان آخرین پرسش، دستگاه دیپلماسی افغانستان در قبال قضایای موجود و بحران‌هایی که در دنیا است که افغانستان از اون متاثر نشه چگونه باید مدیریت شود؟ من فکر میکنم بسیار مهمه باشه آقای احمدی برای رهبری طالبان که یک استراتژی ملی خلق کنن در چوکات منافع ملی افغانستان که چهار چیز شامل از اومه باشه. بله. مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و مسائل فرهنگی. در این چارچوب اگر اونا بتانن که یک استراتژی ملی خلق کنن که هم طویل المدت و هم کوتاه مدت باشه که فعلا همین بحران اوکراین و رابطه بین الملل خود چطور افغانستان با دیگر ممالک میتونه تعیین کنه، رول بسیار مهم بازی کرده میتونن، و رهبری طالبان ضرورت با کمک های متخصصین و افغان های مسلکی در داخل و خارج افغانستان میباشن. بسیار تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانانم، هر یک آقای دکتر متین روین تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا، آقای محمد عیسی ساقزی رئیس کنگره ملی افغانستان از بلژیم و همچنان آقای یحیی چاوش آگاه روابط بین الملل از روسیه، و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.